چون کودکی که تشنه پستان مادر است، چون کودکی که تشنه پستان مادر است، امشب مرا هوای وطن باز در سر است. می سوزدم جگر که جگر پاره شد وطن. می آیدم خبر که از این نیز بدتر است. من رو گمان نبود که جان طاقت آورد، زین درد جان گداز که مرگ مکرر است. از اشک غم ز آتش این آه سینه سوز، هر روز من سیاه‌تر از شام دیگر است. غربت نشین خسته ز دنیای غربتم، دنیای غربتی که چو صحرای محشر است. بود و نبود هستی ما از چین چنین بازیچه‌ای به چنبر چرخ ستمگر است. تقدیر و سرنوشت خط بخت ما نوشت، تقدیر و سرنوشت خط بخت ما نوشت، یا دست عقل ماست که غافل ز کشور است. آن ملتی که راه خطا را گرفت پیش، هم اهرمن ستا شد و هم سفله پرور است. آنجا مجوی زندگی و امن و عافیت، غربت بهشت و دوزخ از اون خطه بهتر است. بگذر شهاب چون خط زرین از آسمان، این پیام که شب روز آخر است. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک هممیهنان ارجمند، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو از تلویزیون پارس می آغازم. چامری که در آغاز برنامه شنیدید از غفور میرزایی، که من فکر نمی کردم شاعر باشن و به این شیوایی هم شعر بگن، نویسنده چیره دست بود که در وصف کشور خودش گفته و خیلی هم نکته سنجی به کار برده. میگه هر جا خرد به خاری خار است، جاهلی در جایگاه حاکم و در نقش رهبر است. بینندگان ارجمند، شیوه دریافت خبرها در این یکی دو هفته نشون میده که خاورمیانه روزهای سرنوشت سازی رو در پیش داره. خبرگزاری المیادین از درگیری شدید تفنگداران ارتش سوریه در نزدیکی فرودگاه الصعله خبر داده و این فرودگاه اونطوری که خبرگزاری ها میگن بسیار بسیار ارزشمند برای زندگی رژیم اسد و مهمترین راه کمک های هوایی است. المیادین نوشته که نیروهای اسد در فاصله 1 کیلومتری این فرودگاه سرگرم جنگ با مخالفان اسد هستند. اما خبرگزاری رویترز از سقوط این فرودگاه نظامی به دست نیروهای مخالف رژیم خبر داد. از طرف دیگه خبرگزاری فرانسه وقتی این دوتا خبر زد و نقیز پخش شد، تفسیری نوشت و گفت به هر حال فرودگاه الصعله دیگه قابلیت نشست و برخاست هواپیماها را از دست داده.
وقتی این خبرها را آدم میشنوه و بعد هم ببینه که مرکز سپاه 52 رژیم بشار اسد آن نیز در شرف سقوطه و ارتش اسد اونجا رو داره تخلیه میکنه، بنابراین خبرها همه در حال واپسنشینیه، یعنی ارتش اسد رو در حال واپسنشینی نشون میده. ولی جنبلات رهبر دروزی های لبنان که از مخالفان بشار اسد هست میگه که اگر پایگاه لشکر 52 ارتش سوریه سقوط بکنه، بشار اسد عملا به مرز نابودی و سرنگونی رسیده. با پس این خبری که بر روی خبر بر نوارهای خبری فرستاده شده حکایت از این داره که در کنفرانس G7 که هم اکنون در کشور آلمان برپاست توافق شده که اسد از سوریه بره و به عنوان یک پناهنده بره، ولی کجا بره الان صحبت ها بر سر همینه. برخی معتقدند که میره به سوریه، ببخشید به روسیه، و گروهی هم معتقدند که میاد زیر عبای ملاها. به هر حال به گفته اون منبع سیاسی که نخواسته نامش ذکر بشه، به روزنامه ایندیپندنت گفته باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس به صراحت درباره وضع واقعی کنونی سوریه و توانایی اپوزیسیون برای اداره کشور که این چیزایی که در کنترل خودش داره، آقای اوباما و آقای دیوید کامرون با هم دیگه گفتگوهاشون کردن، یعنی دیگه مسئله رو کشیدن علنی که دارن نشون میدن به خوبی که میخوان بگن که کیو ما میخوایم بیاریم و چه کار میخوایم بکنیم. ضمناً یه نکته جالب اینیست که اعلام کردن که ما بخش اعظم ساختمان و ساختار رژیم کنونی سوریه رو نگه میداریم، برای اینکه اینا میترسند که اون دین پژوهان یا دینداران خشن و آدمخوری که الان به نام داعش و غیره هستن بشن در جایگاه رهبری سوریه و اون وقت درد سر دو برابر بشه. بنابراین آرام آرام دارن جلو میرن، همون کاری که در ایران کردن و پله پله آمدن و ملاها رو سوار ملت ایران کردن، اونجا حالا عکس قضیه است. مواظبن که اون دینداران خشن اونجا کاری نشن. ولی نکته جالب اینیست که میگه ما نمیگذاریم که قسمت اصلی و بدنه حکومت بشار اسد ویران بشه، اونو نگه میداریم. نکته جالب اینها خبرهایی بود که به طور کلی من گفتم که چه وضعی داره پیش میاد. اما سقوط اسد ما رو در برابر رژیم بیگانه پرور و نادان و ناتوان ایران قرار میده. ما از آخوند خامنه ای که خودشو دنباله امام میدونه، آخه چه لغتایی بر خودشون انتخاب، دنباله الله، دنباله خدا، بقیت الله. بعد این آقا که از دیدگاه سیاسی از نوک دماغش دورتر رو نمیتونه ببینه و پیش بینی کنه، آمده در این 3-4 سال یا شاید بیشتر در 15 سال بیش از 40 میلیارد دلار پول به سوریه داده. پول کیو داده؟ پول ملت ایران رو داده. چرا؟ به اجازه کی؟ حتی پیشرفته ترین کشورها رهبر اون کشور
نمیتونه یه شی رو بدونه اجازه نمایندگان واقعی مردم، نه این آشغالهایی که الان تو مجلس شورای آخوندی هستن، خرج کنه. تو به اجازه کی؟ همه پریروز بود یه میلیارد دلار دیگر رو اجازه شداد به سوریه بدن. این زیان مادی و ضربه هایی که از دیدگاه مادی و پولی به ملت ایران زدن. غیر از این ازشون باید پرسید آقا ارزش خون جوانانی که برای کمک به حافظ اسد فرستادید به سوریه و کشته شدند به چه حساب چه کسیه؟ کی مسئولیتشو داره؟ چرا اینها رو به نام دفاع از عمه جان اسما رو دفاع از عمه جان برای اون آرامشگاه زینب اینا رو فرستادن سوریه؟ فرستادن بشار اسد نگه دارن و اهل مایشه رو فرستادن دفاع برای دفاع از عمه جان. انگار همش جنگ دور اون زریح بوده. حالا مگه اون زنده است که میخوایم نذارین گرفتار اونا بشه؟ اینه. ببینید وقتی که با آدم با ابله و احمق طرفه همه جور حرف میتونه بزن. به هر حال اینا رفتن اونجا و چقدر کشته دادن و این کشته ها هم بی سر صدا برگردوندن. آقای خامنه ای، آقای نمایندگان مجلس، سپاه پاسدارانی که مرتب در حال توپ تو خالی در کردن هستید، شما مسئولید. روزی که ملت ایران زمام کشورشو به دست میگیره از شما بازخواست میکنه، به شما میگه به چه حقی این جوانان فرستادی کشته شن؟ به چه حقی 20 میلیارد دلار یا 200 میلیارد دلار، من نمیدونم مبلغ نجومی کدومش درسته، اینا رو دادی به سوریه؟ حالا آقایون سرتیپ ها، سرلشکر ها، نمیدونم سپه بدای سردار های جنگ نکرده که مرتب توپ تو خالی در میکنید و بارها و بارها خودم شنیدم گفتید که سوریه خط قرمز ماست، یعنی اون رو ما از دست نمیدیم و کسی جرأت نداره اونجا. الان که داره رهبر خط قرمز تو میره، خب شما چه غلطی میتونید بکنید؟ میتونید برید جلوشو بگیرید نظرید بره؟ میتونید از برنامه هایی که آقای دیوید کامرون و اوباما ریختن و گام به گام دارن جلو میبرن بگیرید؟ کجا هستن این آدم هایی که میلیون میلیون حقوق میگیرن هر ماه و فقط کارش اینه؟ بله آمریکا رو یکی از این همه اینا دیوانن، این واقعا این فرماندهان سپاه پاسداران اکثرا دیوانن، بقیه هم که دیوانه جز اکثریت نیستن خلن، یه دیوانه داریم یه خل. بعد اینا پریروز از یکی از خبرنگارا، از یه دونه از اینا پرسید، من الان اسمش فراموشم شده و همچین چیز مهمی هم نبود، به هر حال یکی از همین دیوانه ها بود، پرسیده از اون آقای سرتیپ سلشکر سپاه بود که اگر یک هواپیمای اسرائیلی بیاد و ایران رو بمباران کنه شما چه کار میکنید که این برگرده به کشورش، نذارید برگرده به کشورش؟ گفت ما کاری نمی کنیم. نه بیاد بمباران کنه، اون برای اینکه دیگه وقتی برگرده اسرائیل روی صحنه زمین نیست دیگه. واقعا جوکم. گفته اون خلبان دیگه نمیتونه برگرده اسرائیل بشین چون اسرائیلی وجود دیگه نداره اون موقع، ما از زیر و روش کندیم. آخه این توپا رو برای کی میایین؟ به هر روی من نمیدونم چرا این آدما لال شدن، حالا دیگه صداشون یواش یواش خفه شده، در نمیاد راجع به آقای بشار اسد و غیره. چرا دیگه در زمینه سوریه باد در گلو نمی اندازند و پرت و پلا بگن؟ آخه این نادان ها هنوز درک نکردند که در بازی سیاست
هرگز نباید بیگدار به آب زد و روی اسب بازنده شرط کرد. دو سال پیش آقای اوباما گفت بشار اسد باید بره، همونطور که گفتن شاه باید بره، همونطور که گفتن صدام باید بره. دیدید که همه رو تا گفتن بره بالاخره کندن رو بردن. اینجا هم گفتن که بشار اسد باید بره. خب بعد متوجه شدن که نیروهای مسلمان خشن اومدن و جزء این جنگنده های ضد بشار اسد اونا هم شروع کردن. دیدن اگر الان برش دارن بشار اسد و اونجا دست همین داعشی یا غیره میفته، اومدن سر صدا رو خوابوندن. یکی دو سال آرام آرام جلو رفتن، گروه ها رو شناختن، با گروه های مورد قبول گفتگوها رو کردن و حالا دیگه موقعی است که بیل رو دارن میزنن که این درخت خشکیده نیمه جان رو از زمین بکنن. آقای خامنه ای یادت نره، تو که بینش سیاسی و جهان بینی و جامعه شناسی نداری، ولی لااقل این نکته یادت باشه، هر کسی که باد بکاره طوفان درو میکنه. از دوست ارجمندم آقای مهندس سپر خواهش میکنم آگهی رو پخش کنن تا ببینیم بعدش چه کار باید کرد. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. خب بینندگان ارجمند، همونطور که میدونید 4-5 سخن از بزرگان رو بررسی میکنیم و بعد میریم یک فیلم جالبی هم هست میبینیم با هم و بعد تلفن رو باز میکنیم، گفتگو داریم با بینندگان گرامی. مادران و پدران، مادران و پدران سختگیر، این رو بدونید، من توضیح بدم، مادران و پدران سختگیر بهترین دروغگوها رو در میان فرزندانشان تحویل جامعه میدن. مادرانی که سخت میگیرن، پدرانی که سخت میگیرن، بچه ها رو دروغگو بار میارن، منتها دروغگوهای زیرک،
همونطور که میدونه با پدرش و مادر چجور دروغ بگه و تمرین و تمرین و تمرین میکنه، در اجتماع هم همونطور خواهد شد. دو گرسنه هرگز سیر نمیشوند. گرسنه دانش و دانستن و گرسنه مال و ثروت، این دو گرسنه هرگز سیر نخواهند شد. قدر چیزی را که داری بدان، پیش از آن که زمان به تو یادآوری کند که کاش قدر اون چیز رو میدونستم. گلایه ها عیبی ندارند، آنچرا که آدمی را ویران می کند کنایه ها هستند. گلایه ها مهم نیست، کنایه ها و نیشخند ها و اون اشاراتی که در ذهنی کنند و منظورشون خراب کردن طرفه، اونها اذیت میکنند. زندگی مانند بازی شطرنج، پیش از هر حرکت باید کاملا فکر کنید، برای اینکه طرف شما هم در جمجمهش مغز داره و اون هم میتونه کار بکنه. تنها مسابقه ای که هیچگاه برنده ندارد فرار از دشواری هاست. فرار از دشواری ها. آنچرا که به پروردگارت بدهکاری، دوست داشتن بندگان اوست. آنچرا که به پروردگارت بدهکاری، دوست داشتن بندگان اوست. این رو مطمئن باشید، مطمئن باشید. پرت و پلاهایی که آخوندا میگن یک سر بی‌حاصله. خداوند نیاز به نماز شما نداره، نیازی به روزه گرفتن شما نداره و نیازی به اون پولهایی که در راه او مثلا آبنبار میسازه. البته اگر به منافع مردم مربوط بشه چرا، اون رو خداوند دوست داره، ولی هرگز خداوند برای نماز و روزه و نمیدونم دعا خوندن و سفره انداختن، هرگز برای اینا نه به شما امتیاز خوب میده و نه خوشش میاد. خداوند تنها کمکی رو که شما به هر طریقی به بندگان او بکنید و به بندگان محتاج و نیازمند او بکنید، اون رو خوشش میاد و پاداشتون رو حتما خواهد داد. تجربه کنید، به طور روشن پیام خدا رو میشنوید که چگونه همون رو به شما برمیگردونه. از دوست بسیار ارجمندم آقای سپر خواهش میکنم این رقص سما رو، میدونید رقص سما رقص درویشانه، حالا به جای درویشی که ریشش تا اینجا اومده، سیبیلاش هم اومده رو لب و دهن و همه رو گرفته و دیگه چیزی از صورتش پیدا نیست، یک خانم زیبا و خوشگل با رقص بسیار متین، میبینید که رقص سما برای شما میکنه. ببینید چقدر زیبا و چقدر با ریتم و موسیقی همراه میزنه. میریم و نگاه میکنیم. در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم، گر شکفه ای دارم زده با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم. در پرده سوزم همچو گل، در سینه جوشم همچو مول، در پرده سوزم همچو گل، در سینه جوشم همچو مول. من شمع رسوا نیستم تا گریه در محفل کنم، تا
تا گریه در محفل کنم اول کنم اندیشه ای تا مرگزینم پیشه ای آنگه به یک پیمان می اندیشه را باطل کنم سرکش نیستم تا خانه در ساحل کنم اول کنم اندیشه ای تا برگزینم پیشه ای آنگه به یک پیمان می اندیشه را باطل کنم خب امیدوارم که این 4-5 دقیقه رقص این بانو شما رو خستگیتون رو در کرده باشه برای که بسیار لطیف و زیبا میرقصید. میپردازیم به پاسخ به پرسش‌های هممیهنان. یک پرسش بیشتر برای من این هفته نرسیده که پاسخش رو هم اکنون میدم. در ضمن سپر تلفن رو هم گذاشته روی پرده 818-342-3031 تلفن همین رو میزی است که الان کنار منه، میتونید شما صحبت بفرمایید. سرور حسام آرچیم، سرور حسام آرچیم میپرسد واژه های راد ر الف دال و کویه کاف و واو و یه در ایران باستان به چه معنا بودن؟ پرسش به نظر من کمی عجیبه. بعد اضافه کرده آیا رابطه دو واژه کوی و کوچه مانند دو واژه خانه و منزل؟ آیا کوی به معنای فضایی که به آن تعلق داریم می باشد؟ والا پرسش بسیار شگفت‌انگیزه و بر روی پاسخ رو میدم برای اینکه نکات دیگری هست که باید بهش اشاره شه. نخست اینکه یکی از امتیازهای زبان فارسی اینه که زبان فارسی واژه‌هاش و معنای واژه‌هاش از زبان هخامنشی تا پارسی پهلوی ساسانی و تا پارسی امروزی چندان تغییری نکرده. این استواری استخوانبندی زبان فارسی رو می‌رسونه، برای اینکه دستورش عوض نشده. اگر عوض شده باشه بسیار بسیار جزئیه. اگر می‌توانستند عرب‌ها دستور زبان رو دست‌اندازی کنند مسلماً زبان فارسی رو از بین می‌بردن، یعنی از بین می‌رفت، برای اینکه دستورش از بیان می‌رفت. زبان رو دستورش نگه می‌داره. به هر روی پاسخ سرور حسام آرشیم رو میدم. نخستی که در نوشته شما، من اول این اشتباه سرور رو درست کنم، ایشون نوشتن که آیا کوی به معنای فضایی که در آن تعلق داریم می باشد؟
رو لغت میباشد تکیه کنید. سرور حسام هرگز و هیچگاه واژه میباشد رو به جای است به کار نبرید، اصلا جاش این نیست. ببینید ما دو نوع جمله بندی داریم، یکی فعلیه، عربیشو بدبختانه باید گفتی، جملات فعلیه و یکی جمله های اسمیه. در جمله های فعلیه فعل همه کار است، در حالی که در جمله های اسمیه صفت همه کار است. حالا وقتی براتون سخن گفتم میبینید، میگید این درخت سبز است، این درخت سبز است. در گذشته میگفتن مسند و مسند و نلیه و بچه اسناد، حالا کودک 10 ساله 5-7 ساله چه میدونست بچه اسناد و مسند و مسند و نلیه چیه؟ به این سادگی در جمله هایی که اسمیه هستن صفت همه کار است، فعل و کار نی. درخت سبز است، سبزی صفت درخت. جنگ خطرناک است، خطرناکی صفت جنگه. بنابراین سرور حسام هیچگاه به اون آیا کوی به معنای فضایی که به آن تعلق دارد میباشد؟ نه. آیا کوی به معنای فضایی که به آن تعلق داریم است؟ کوی معنای این رو است دارد یا است؟ میباشد چیه؟ من نگاه میکنم اینم بعضی از تلویزیون ها مرتب به جای است میباشد میباشد میباشد، که چی؟ اصلا میباشد ما نداریم. میباشد یک باید وقت وارد مبحث دیگه بشم که در زبان های اندو اروپایی یا اندو ایرانیان همه فعل های گذشته دارن یا آینده. در زبان های اندو ایرانیان و این دو آریان، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی، اسپانی، همه، ایرانی، ما فقط فعل توبی، فعل بودن رو 3 تا داریم: گذشته، اکنون و امر. میگید ام یعنی من هستم، آی ام، واز من بودم، I was، و بعد been، I am been، I have been. این رو فارسی هم داره، بودم، هستم، باشم. باشم رو فقط برای اگر به کار میبرید، اگر خانه باشم، اونجا بودن بله فعله، فعل بودن شما وجود دارید. پس این رو به همه میگم، از جمله سرور حسام، که آیا کوی به معنای فضایی که به آن تعلق داریم است. همین. خب درباره پرسشتون، اولا راد و کوی در زبان پارسی اخامنشی یعنی ایران باستان و پهلوی ساسانی یعنی ایران میانی و پارسی امروزی هیچ معنیش فرق نکرده. راد به معنای جوان و بزرگوار، جوان مرد و بزرگواره. راد. کوی هم به معنی محله است، محله. هیچ هم عوض نشده. اما حالا بیایم به سر پاسخ پرسش دومتون. کوی به اون محله میگن چه چندین کوچه درش یا چند کوچه درش، و خود کوچه در آغاز کویچه بوده، یعنی یه کوی که 7-8 راه رو داشته اون راه روها رو کویچه میگفتن، یعنی کوهای کوچولو. اون وقت این کوچه یش افتاد شد کوچه. اصلا چیز عجیبی نیست که سرور
حسام پرسیدن که آیا کوی و کوچه دو واژه مثل خانه و منزله؟ نه، خانه همون منزله ولی کوچه همون کوی نیست. بله، اگه بگیم فرقی بین مثل خانه و سرای، بله سرای یک جای بزرگی است که ممکنه 7-8 تا خانه درش باشه، ولی خانه کوچیکتر. تازه خانه فقط به اتاق میگن، ما به غلط به خانه میگیم اتاق و به یعنی به جای اینکه بگیم خانه میگیم اتاق و به جای اینکه بگیم سرا میگیم خانه. نه، خانه یعنی اتاق، اتاق ترکیه. حالا چرا میگیم خانه؟ خانه مثال براتون بذارم، میگید مهمان خانه، آشپز خانه، گل خانه، تمام اینا رو به جای اتاق میگید خانه، گل خونه، آشپز خونه، نمیدونم مهمان خانه و و و همه چیز. پس دیگه از این به بعد به خانه، درسته که خانه فارسیه، ولی به خانه بگید سرا. با سپاس از بینندگانی که الان روی خط هستن و مدتی هم هست که روی خط دارن. الو بفرمایید. جناب دکتر با درود فراوان به ساعت عزیزالی. درود بر شما. بفرمایید کلمه کتبان به چه معناست؟ چیا؟ کلمه چی؟ کتبان. کتبان. چشم. از تلویزیون گوش بدی. کتبان آقای سیروس افهمی مثلا. بله متوجه شدم. نه دیگه کتبان دیگه یعنی آقای، نه کتبان یعنی سیروس افهمی. کتبان ببینید، زمانی که پان ایرانیستا در 40 سال پیش 50 سال پیش تشکیل دادن، یه عده جوان پرشور میهنی بودن که خیلی رادیکال بودن و تندرو، یعنی میخواستن که تمام اون قسمت هایی که از ایران جدا شده مثل افغانستان، تاجیکستان، نمیدونم قفقاز، بخشی از عراق، بلوچستان، پاکستان، همه اینا رو با افغانستان و غیره رو بدن به ایران به شکل. درستش اینه، برای اینکه انگلیس ها ما رو تجزیه کردن که یک امپراتوری بزرگ در خاورمیانه نباش، و شاهان نالایقی هم مثل ناصرالدین شاه و فتحعلی شاه و غیره داشتیم که همینطوری توی عیش و عشرت و خوشگذرانی بودن و کشور ما پی در پی تجزیه شد. یه امیر کبیر هم که اومد درست کنه که بلافاصله کشتنش. بنابراین این ایرانی ها، این جوون ها که در سال 1324-25 این تشکیلاتشون درست کردن و اون موقع من خودم با اینکه 18-19 سالم بیشتر نبود عضو اونجا شدم، یکی دیگه کارمونی بود که فارسی حرف بذاریم به جای آقا. آقا در زبان مغولی یعنی برادر، خوب دقت کنید، آقا در زبان مغولی زمانی که مغولا اومدن به همدیگه میگفتن برادر، این برادر رو گفتن آقا، آقا اینا هم ایرانی هم گفتن و یاد گرفتن، مشالله ما که زود بلدیم تقلید کنیم. بعد به خواهر میگفتن آباجی، مغولا آباجی، آقا باجی بود شد آباجی، آبجی هم آباجی هم یواش یواش شد آبجی. پس برادر و خواهر مغولیش آقا و آبجی شد. این رو دارید بگذاریم کنار. ما خواستیم بیایم بیا در این وسط دو تا نام خوب برای همدیگه بذاریم، بگیم آقا، نگیم آقای فلان. گفتیم خب میایم میگیم سرور. سرور هم یک احترامیه، یعنی تو بالاتر از منی، نگهبان منی، هم فارسیه، هم جای خودشو برای آقا باز میکنه و کرد و کرد. 5-6 سال ما این کارو میکردیم، یواش یواش در بین خود ما این رو چیز کرد. بعضی هم که نامه مینوشتن برای دیگران مینوشتن سرور فلان، دیگه عادت شده بود. یهو در این وسط یه آقا، ببینید یه عیب بزرگی که ما داریم، نه ما، شاید هم کشورهای دیگه هم داشته باشن، این است که ما یه کمی که اطلاعات از یه جاهایی کسب میکنیم خیال میکنیم خیلی میدونیم.
یه عده‌ای پیدا شدن که گفتن خیلی خوب کدبانو، او خیال کردن اون اویی که تش میاد یعنی زن. این نیست عزیز من، کد یعنی خانه، مثل دانشکده، مثل میکده. کد و کده. شما رو خطین؟ شما میخواین قطع کنین فقط از تلویزیون گوش بدی یا میخواین رو خط باشی؟ باشه باشه، از تلویزیون سپاسگزارم. بله. بعد حالا پس لطفاً گوش بدید الان از تلویزیون. گفتن خب همونطور که کدبانو یعنی خانه خانوم اونجا، اونا که نمیشن کد یعنی خانه، گفتن بانو توش هست، پس این مردا رو میگیم کدبان. بقیه هم ببینید بدبختی نیست که مردم خب دوست دارن فارسی یاد بگیرن، میرن دنبال اون اشتباه ها رو هم میگیرن چون که اون درسته. اون اویی که میاد تش، اون اوی نسبته، یار یارو، این سیبویه لپاش سرخ بود، شیرازی بود دیگه، بچه شیرازی لپاش سرخ بود و توپول، مادرش بهش میگفت سیبو، همین سیبو رو این بچه موند و دانشمند ایرانی هم شد دیگه. اون او پسونده، اون نسبت چیزی نیست. کدبانو یعنی زن نگهبان خانه، زن خانه دار، زن خانه دار رو میگن کدبانو. حالا گفتن خب اون او که علامت زنه، برمیداریم کدبان یعنی آقا. کی رو گفته؟ کدبان یک نام غلطی است که برای مرد انتخاب کردن و معنای سرایدار میده. ساختمونایی که میکنن یه عمله میذارن توش که قفلا و کلیداشو کسی نبره اونا، به اون میگن سرایدار، همون یعنی کدبان، مردی که خانه رو مواظبه. هر وقت خواستید به کسی احترام بذارید همون سرور رو بگید. به خانم هم میتونید هم بانو بگید هم سرکار بانو بگید که خیلی احترام گذاشته بشه. پس امیدوارم که پاسخ خودتون رو گرفته باشید. الو بفرمایید. الو، درود بر شما دکتر همتا. درود بر شما، زنده باشید، خسته نباشید. خواهش میکنم دکتر همتا. ما در زمانهای قدیم بختیاری هستیم. بله بله. زمان قدیم ییلاق قشلاق میکردیم. بله. زمانی که مردم سر دماغی داشتن، اهل حالی بودن، و الان که دیگه. بله بفرمایید. بعد مناطق کوهستانی یک جایگاه خاصی داشت که به اون میگفتن وارگه. وارگه؟ وارگه بهش میگفتن. هر چند تا خانواده دور هم جمع میشن در این منطقه خاصی، اونجا برای مدت تابستون میمونن. این میگفتن وارگه. حالا من میخوام ببینم این وارگه درست بوده یا بارگه بوده، جایی که بار میانداختن. نه ببینید، البته ممکنه بارگر باشه چون در گذر زمان بین واو و ب جا عوض میشه، مثل واز و باز، نمیدونم بسیاری زیادی، حالا چیز ذهن من نیست و ممکنه واو با ب عوض شه. اما یه نکته بگم، تنها بختیاری نیست، بلوچ ها، خراسانی ها، رشتی ها، مازندرانی ها، کرد ها، اینها به قدری اصطلاحات زیبای پارسی دست نخورده در میانشون رواست که باید فرهنگستان ایران بودجه های کلان بذاره گروه گروه این کارشناسان و زبانشناسان ایرانی که عضو فرهنگستان هستن برن در میان این مردم، بلوچ ها، کرد ها، شیرازی ها، بختیاری ها، لورها، همه اینجا رو برن و این واژه ها رو گرد بیارن. ما الان برای واژه خواهر مادر یعنی خاله ما نام نداریم، عربیه رو داریم میگیم. دارم تا مادر بختیار داریم. نه میدونم، همینی میخوام بگم، ولی میگن خورزا. بله ولی خواهرزاده میگن خورزا.
کردا، بنابراین خاله باید کرد باشه، یه لغت همطوری باشه دیگه، اون زاد که یعنی زاده اون. حالا انوار زاده خواهری، بله، امثال این خیلی داریم، خیلی زیاد هست در همه چیزا. اینا گنجینه هاییست. مثلا آب ابیانه یه منطقه است که الان بیشتر واژه هایی که به کار میبرن بین خودشون پهلوی ساسانیه. بابا این زبان استوار، این واژه ها نمیمیره، این واژه ها رو نگه داری. بهترین جا هم همین تیره ها و عشیره هاییست که ما داریم و اینا در زبان محلی خودشون. ما در تمام عمه و عمو و خاله و دایی فقط دایی فارسیه. دای یعنی مادر، دایی یعنی وابسته به مادر. ولی بقیه اینا همشو عربا اومدن و چنگ انداختن. سپاسگزارم. الو؟ الو بفرمایید. الو سلام آقای دکتر. درود بر شما. درود بر شما. هر یه سوالی دارم که یه مقداری کمتر جدیه. خواستم بگم کلمه آفتابه. بله. کجا شروع میشه؟ و این رفتی به آفتاب داره یا؟ بله کاملا داره. بله. عرض کنم که من اینو خودم از تلویزیون گوش میدم. از بسیار خوب. من خودم این رو از بچه که بودم روش خیلی فکر میکردم، میدیدم پدر بزرگم نماز که میخواد بخونه آفتابه رو میگیره و میریزه تو اشتش و وضو میگیره. این آفت اون هی یعنی وابسته، آفتابه یعنی وابسته به آفتاب. در زمستانهای خیلی سخت که سرما اذیت میکرده اینا، بیشتر اون کسانی که در ایوان بودن و ایوان آفتاب میگرفت، به خصوص از ظهر تا عصر آفتاب تو ایوان میتابید، این رو آب میکردن، میگفتن ببر بذار تو آفتاب. اون نور آفتاب که به این میخورد، این آبی که سرد و یخ بود و اینا برای وضوگیری مناسب نبود، گرم میشد و بعد دست نماز میگرفتن. بهش یواش یواش شد آفتابه. آفتوبم میگن و همون آفتاب است و درستم هست همینه. الو بفرمایید. درود بر شما جناب تا. درود بر شما جناب تا. ما در زبان محلیمون یه مقدار زیاد لغت داریم که من فکر میکنم یا فکر میکنم فارسی باشه. مثلا به زن میگن جن. بله. شما کردی؟ شوهر میگن شوی. ببخشید شما کردی؟ نه ما اهل سنگسر هستیم. آن چون کردها هم به زن میگن جن. بله. گوسفند میگیم رمه، به ریسمان میگیم رسن، به حمام میگیم گرماوه، بعد به آفتاب میگیم خور، به باغ به انگور میگیم رز. بعد خیلی چیزا داریم که نه این دقیقاً فارسیه تمام. اصلا حتی تکانم نخورده، گفتم این آقای حسام نوشته رای و راد و کوی از زمان هخامنشیان تا حالا چه معنی میده؟ همون معنی رو میداده. این خوبی فارسی، علت این که زبان فارسی رو در دنیا میگن زبان کلاسیک. چرا میگن کلاسیک؟ برای اینکه زبان کلاسیک تغییر نمی کنه. لغتی که در زمان هخامنشی به معنای جوان مرد بوده، به معنای راد، الان هم همون معنا رو داره. این استواری زبانه. ولی انگلیسا الان زبان شکسپیر رو نمیفهمن. زبان شکسپیر شاعر خودشون رو نمیفهمن. برای اینکه عوض شده. در ضمن ما به دختر میگیم دوت، به پسر میگیم پور. بله میدونم. اینا پارسی ما به چیز به خاله شما فرمودید. ما نمیدونم این جمله این لغت از کجا اومده. به خاله میگیم ماکا. ماکا؟ بله. باید ریشه بده کرد. خیلی ساده میشه. میگم این کار فرهنگستانه. کار فرهنگستان زبان ایرانه که این کار رو بکنه. اتفاقا خیلی لغت هست و من اینا یادداشت میکنم بعدن رفتای بعد با شما در من خیلی خوشحال میشم. خیلی خوشحال سودم میبرم از این کار. برای خودم استفاده. شب و روزتون خوش باشه. آقای سپر چقدر مونده به تمام شده؟ پس چرا اعلام نمیکنی؟ خطا همه پره، من به همه خطا پاسخ میدم و وقتمون وقت یعنی تلویزیونیمون تمام شده. با سپاس از شما که زمانی از وقت خودتون به این برنامه دادید و همچنین با سپاس از اونایی که روی خط آمدن و اونایی که هم اکنون
روی خط هستن و منتظرن پشت برنامه با هم سخن بگیم. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.